حکایت گرگ کور و روزیش. روزی از روزها که مثلش فراوان مردی با زن و بچه هایش زندگی فقیرانه ای را می گذرد. اما آن مرد بسیار تنبل بود و سر کار نمی رفت و زن بیچارش مجبور بود هر روز به شهر برود و برای مردم نخ بریزد و لباس های آنها را بشوید تا بتواند شکم شوهر و بچه هایش را سیر کند و به این ترتیب زندگیشان به سختی می گذشت. تا اینکه زن از این وضع خسته شد و به شوهرش گفت بهتر از چوپان گله ارباب ده بشوی تا بتوانیم از شیر و ماست و پشم گوسفندها استفاده کنیم و روغنش را به ارباب بدهیم. مرد گفت فکر خوبی است. روز بعد مرد نزد ارباب رفت و چند رز پوز و گوسفند تحویل گرفت و شد چوپان ارباب. فردا صبح زود مرد گله را به صحرا برد و شب به ده برگشت و بز و گوسفندها را توی طویله خانه اش برد. اما صبح روز بعد که به سراغ بز و گوسفندها رفت تا آنها را به صحرا ببرد، وقتی آنها را شمرد دید یکی از آنها کم است. رفت و موضوع را به زنش گفت. زن گفت حتما دیروز فراموش کردی آن بز را از صحرا بیاوری. مرد گفت من مطمئنم که همه ی آنها را آورده ام چون دیشب خودم آنها را شمردم. خلاصه بین زن و شوهر دعوا افتاد. هر کدام تقصیر گم شدن بز را گردن دیگری انداختند. سرانجام زن گفت امشب گوسفندها را می شماریم. ببینیم چه می شود. شب که چوپان آمد بز و گوسفندها را یکی یکی شمردند و آنها را طویله کردند. صبح که بیدار شدند دیدن باز هم یکی از آنها نیست. این وضع چند شب تکرار شد تا اینکه مرد به زن گفت این دیگر فایده ای ندارد. باید فکری بکنیم. برای اینکه مرد بفهمد چه بلایی سر بزها می آید، انگشت خودش را برید و روی آن را نمک پاشید و داخل طویله نشست و زن هم در طویله را بست. مرد در اثر سوزش انگشتش تا صبح نخواب. نزدیکی های صبح پرنده از سوراخ بزرگ سقف طویله پایین آمد و یکی از بزهای چاق و چله را به منقار گرفت و از سوراخ خارج شد. مرد زن را صدا کرد و گفت در را باز کن و ماجرا را برایش تعریف کرد و خودش به دنبال آن پرنده به راه افتاد. پرنده برو و مرد برو. تا اینکه پرنده بزی را که به دهن گرفته بود پیش گرگ کوری که گوشه صحرا نشسته بود زمین گذاشت. نگو چون گرگ کور قادر به شکار نبود، این پرنده هر روز بزی به چنگ می آورد و برای گرگ می برد. مرد با دیدن این صحنه با خودش گفت من هیچ وقت این بز را از او پس نمی گیرم، چون خداوند روزیش را به او رسانده است. بعد با خودش گفت من هم می روم و در خانه می نشینم، بلکه خداوند روزی مرا هم برساند. مرد از همانجا یک راست به خانه برگشت و ماجرا را برای زنش تعریف کرد. بعد گله را به صاحبش برگرداند و گفت این گله و چند تا از آنها را هم گرگ کوری خورده و من از این اتفاق ناراحت و خجالت زده هستم. بعد به خانه برگشت و هر چه زنش گفت برو شهر و کار گری کن فایده این نداشت و می گفت خدا برای گرگ کور رسانده به من هم خواهد رساند. زن بیچاره دوباره شروع کرد به کار کردن و نخریسیدن و شکم شوهر و بچه هایش را سیر کردن. مدتی از این ماجرا گذشت. روزی دو نفر تاجر قماش با مال و تجارهشان از آن آبادی می گذشتند. نیاز به الاغی داشتند و الاغ این مرد را کرایه کردند و به راهشان ادامه دادند. در راه هر کدام از دو تاجر نقشه قتل رفیق شریک خود را کشید. یکی با خودش می گفت بهتر است دو تا پیک درست کنم و داخل آن را زهر بریزم و شریک خود را بکشم و تمام مال و منالش را خودم صاحب شوم. شریک دیگر هم با خودش می اندیشید که بهتر است بر بالای بلندی و پشت سر شریکم بروم و با چوب دستی چنان بر سرش بکوبم که بمیرد و صاحب همه چیز بشوم. رفتند و رفتند تا شب شد. شب را در دامنه کوهی ماندند. آن یکی که فکر پختن پیک در سرش بود دست به کار شد و داخل آنها را زهر ریخت طوری که رفیقش متوجه نشود.
فردا صبح بارها را بستند و حرکت کردند و رفتند و رفتند تا خورشید به وسط آسمان رسید. آنکه فکر کوبیدن چماق بر سر دوستش را داشت، بر بالای بلندی رفت و چنان با چوب دستیش به فرق او کوفت که نقش زمین شد و مرد. بعد اسباب و اساس او را گشت و خوردنی ها را پیدا کرد و خوشحال شد و گفت خدا را شکر، این هم از وعده زهرم. بعد آن را در دهانش گذاشت و خورد، اما هنوز لقمه را قورت نداده بود که زهر کار خودش را کرد و جان از تنش به در رفت. به این ترتیب مکراند و گریبانگیر خودشان شد و هر دو از بین رفتند و همه چهار پاها و مال و منالشان بی صاحب ماند. اولاغ مرد روستایی که خانه صاحبش را بلد بود به طرف خانه او راه افتاد. بقیه اولاغ ها و قاطر ها هم با بارشان به دنبال آن اولاغ راه افتادند تا به خانه رسیدند و بنا کردند به سر و صدا و عرعر کردن. زن چشمش به چهارپاها که افتاد فوری به خانه رفت و گفت مرد بلند شو، خرمان با چند خر و قاطر دیگر با بار زیادی برگشته. مرد آمد بیرون و دید بله، کاروان آن دو تاجر برگشته، اما از خودشان اثری نیست. فوری به زنش گفت بارها را خالی کن و حیوانات را به تویده ببر، چون من همان گرگ کورم که خداوند بدون زحمت روزیم را رسانده. اگر من آن روز بز را از دهان گرگ گرفته بودم، هیچ وقت خدا این همه ثروت به من نمی داد. بعد گفت زن، من به دنبال آن دو نفر می روم و ببینم چه بر سرشان آمده. بعد از همون راهی که حیوانات برگشته بودند، رد پایشان را گرفت و رفت تا رسید به جنازه آن دو. دید یکی از آنها لقمه ی نان در دهانش است و فهمید که در اثر زهر مرده و دیگری فرقش شکافته. مرد بسیار ناراحت شد و گفت ای نادانها، چرا طمع کردید و این طور بر سر خودتان آوردید؟ بعد گودالی کند و آن دو را خاک کرد و به خانه برگشت. از آن به بعد مرد توکلش به خدا بیشتر شد و با آن ثروت و تلاش زندگی خودش را آغاز کرد.